خانم آقایون سلام، به ویژه برنامه سینمایی رسانه خبرفوری خیلی خوش اومدین. صدای ما رو از 40مین دوره جشنواره فیلم فجر از محل کاخ رسانه یعنی برج میلاد میشنوید و با هم میخواییم مروری داشته باشیم بر حواشی فیلم هایی که تا به امروز اکران شدن، از فیلم سینمایی بیرو بگیرید تا فیلم سینمایی الفزار و مرد بازنده و فیلمی که آخر هم میخواییم سراغش بریم، فیلم شادروان هست. در روز نخست جشنواره خبرنگارا به محل نشست رسانه‌ای این اعضا اعتراضی داشتند. خب با داد زدن که نمیشه، اجازه بدید. آقا الان اجازه بده. اما همین اعتراض که هم با همراهی جواد عزتی هم همراه بود باعث شد تا مسئولین جشنواره و برج میلاد به این فکر فرو برن که سالون اصلی رو به عنوان سالون نشست رسانه انتخاب بکنن، که از همینجا خدا قوت بهشون میگیم. ان شاء الله. من توضیح رو بدم در مورد سینما. به نظر من حالا اینی که بچه‌ها کارشون روی پرده، فیلم سینمایی بیرو به اتفاق و موضوع جالبی پرداخته بود. یکی از شخصیت‌های دوست داشتنی فوتبال کشورمون علیرضا بیرانوند که زندگی نامه اون تبدیل شده بود به فیلمنامه این فیلم سینمایی. یک گفتگوی کوتاهی هم با حسین بیرانوند نقش اصلی این فیلم هم داشتیم که دیدنش خالی از لطف نیست. مثلا تابستون 98 سما تابستون من خودم اومدم تهران. فیلم سینمایی مرد بازنده هم علاوه بر اینکه یک حاشیه‌ای داشت، اون هم جواد عزتی بود که حمایت کرد از برای بچه های رسانه که الان باید بهش بگیم دمت گرم حسابی. من خیلی عذرخواهی میکنم بابت، من از طرف خودم عذرخواهی میکنم بابت جای کم. واقعیتش اینه که دوستان جشنواره، من معمولا اهل انتقاد نیستم هیچ وقت، ولی از نظر بنده هیچ کارگردان و بازیگری ارجع نیست به هیچ روزنامه نگار یا عکاسی. هر کسی که کارت داره میتونه در واقع ورود بکنه به جشنواره و فیلم ها رو ببینه. اگر زیاده به نظرم دوستان جشنواره باید یک فکری براشون بکنن، چون دوستانی که کارت دارن میتونن در واقع بازخواست کنن، بگن خب ما که کارت داریم میتونیم بیایم. من بازم عذرخواهی میکنم بابت جای کم و اینکه ما زمان کمی گذاشتیم برای اینکه عکاسی بکنیم. و از بازیگران این فیلم هم سکه خانم آناهیتا درگاهی بود که یک بخشی از گفتگو کوتاه اون رو با برنامه مدیا با هم می‌بینیم. معمولا میگم بازیگرا خیلی روز اول که میخوان بیان مثلا توی برج میلاد، اونم تو کاخ رسانه، اونم استرس دارن. شما همچین؟ نه من خیلی فیلمو دوست داشتم، خیلی هم بازخورد خوبی داشت خدا رو شکر. فیلم سینمای شادروان هم حال و هوای جالبی داشت، به خصوص که رضا رویگری که خدا رو شکر وضعیت سلامتیش کمی بهتر شده تو این فیلم حضور داشت. در حقیقت وصیت منه به یه جورایی، اینو سال 72 من نوشتم و فلاشبک ها تمام اتفاقاتیه که تو جوانی و نوجوانی از موقعی که ما به دنیا آمدیم و دیخو بزرگتر شدم. مرسی که با ما همراه بودید. آخرین اخبار جشنواره رو از دست ندین. با ما همراه باشید. مرسی.